تفنگداران ناشناس یک زرگر را در کندوز کشتند. قطع درختان پسته در بادغیس، سوزاندن درآمد حاصل از صادرات. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را نیز سابسکرایب کنید. شماره از باشندگان ولایت بادغیس به خبرگزاری رها گفتند که شماره درختهای پسته در این ولایت کاهش چشمگیری یافته، به طوری که از 90 هزار هکتار زمین تحت کشت درختان پسته در گذشته هم اکنون تنها 30 هزار هکتار باقی مانده است. محمد جمشیدی، یک تن از باشندگان بادغیس، به خبرگزاری رها گفت برخی ها اقدام به قطع غیر قانونی درختان پسته در این ولایت می کنند و از آنها به عنوان سوخت برای گرم کردن منازلشان استفاده می کنند. وی می گوید بجای این که از این درختان پسته حاصل آید که برای صادرات و عرض آوری برای کشور خوب است، از این درختان مسمر فقط به عنوان سوخت برای گرما استفاده می شود. او از مسئولین مربوطه امارت اسلامی طالبان خواست تا مانع قطع شدن این درختان شوند. این در حالی است که چند پیش وزارت زراعت طالبان از تشکیل قطعه تحت نام قطعه سبز در چارچوب وزارت زراعت خبر داد که هدف آن جلوگیری از قطع جنگلات و درختان در سطح کشور است. میرویس بهمن، آگاه امور کشاورزی در ولایت بادغیس، با بیان این که قطع درختان به ضرر محیط زیست و هم مردم و دولت است، به خبرنگار رها گفت جنگلات یک خانه مسئول برای حیات وحش است و در حفظ آن تمام شهروندان کشور باید کوشا باشند. محی الدین بشری، رئیس زراعت و دامداری طالبان در ولایت بادغیس، نیز ضمن تایید قطع درختان پسته در جنگلات این ولایت میگوید اداره محلی بادغیس با عملان اصلی قطع این درختان برخورد قانونی خواهد کرد. گفتنی است که ولایت بادغیس به خاطر داشتن درختهای پسته در کشور معروف از واصلات پسته آن عموماً به خارج صادر می شود. همچنان تفنگداران ناشناس یک زرگر را در کندوز کشتند. 8 صبح کندوز. منابع محلی در ولایت کندوز میگویند که تفنگداران ناشناس یک زرگر را در این ولایت کشتند. این رویداد شام روز پنجشنبه 18 قوز در ساحه قلعه تپه شهر کندوز رخ داده است. نزدیکان این زرگر به روزنامه 8 صبح میگویند که وی به خانواده اش گفته بود که نزد یک قرضدارش میرد. به گفته آنان وی توسط دستمال گردن خودش خفه و جان باخته است. مسئولان طالبان در کندوز تاکنون در پیوند به این رویداد چیزی نگفتند. پیش از این نیز دزدان مسلح دو تن را در این ولایت با ضرب چکش کشتند. گفتنی است که افزایش جرایم جنایی در کندوز شهروندان این ولایت را به شدت نگران کرده است. تشکر از توجهتان. تا درود دیگر، بدرود.